خب علی جان، خودتو معرفی میکنی؟ قربونت آقا. علی هستم. علی هستم، 21 ساله، محل سکونت آلمان، مونیخ، بوگنهاوزن. بچه آلمان میدونن کجاست مونیخیا. خودت که الان تو رابطه نیستی؟ چه نه. نه حالا گفتن سرسامو میگیرم، اینا دیدن یه فرصت عالی ترند فارسی گذاشته، گفتم بیام دیگه بریم سر خونه زندگی دیگه. آره. یعنی خانومو ورداری ببری آلمان دیگه؟ آره ببرم آلمان. از همین الان معلوم شد کیا دیلیت کنم. چی برای توی دختر جذابه؟ بیشتر اون تایپ حالا شخصیتی هستش و اون حالت رسپکت هستش و خیلی به فاکتورهای زیادی. حالا لیسته، برای لیست ما نیوردن. کاش بهم میگفتی لیست ها میوردم بهت میگفتم. یعنی که بریم چی میشه دیگه. حالا من الان نگاه اول که دارم میبینم. خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که چه جور تایپ و استایلی به دلت میشینه؟ حالت کلاسیک باشه، مثلا فاز سال 2000 و این چیزا. حالا متاسفانه چیزی که من دارم میبینم هیچ کدومشون نیستن. حالا هر کی بالاخره یه نظر چیزی داره، من به همه نظر و اینا عقیده احترام میذارم. و اینکه کلا دوست دارم زیاد حالا میکاپ بزنه، چون یه چیزی هستش میگن که همه‌شون فقط میکاپی هست. بعد از لحاظ فیزیکی چی چجوری خوشت میاد؟ فیزیکی حتما ورزش بکنه، مگه ببینن دیسیپلین داشته باشه، هفتگی مثلا سه تا میره، مثلا سه بار، دو روز، دو بار، حالا هر چقدر مهم نیستش، بره ورزش بکنه. واقعا خیلی خوشم میاد اینجوری. و اینکه دیگه چی بود سوال دیگه یادم رفت. خب الان کدوم از اینا فکر میکنی ورزش کدوم؟ این یکی الان لایک نشون داد. کدومشون بود؟ اینی که لایک نشون داد، فکر کنم اون حالا چیز باشه، ورزشی باشه. خب علی یه جمله کوتاه بگو بعد بریم بازی شروع. به آلمانی؟ آره. که لوسکتس. همین؟ آره همین دیگه، میگه لیتس گو دیگه. خب تو مرحله اول قراره که شما عکس بچگی این چهار تا خانم رو ببینید، بعد بگی که کدوم به کدومه. بابا خود مادرهاشون نمیتونن تشخیص بدن. بابا من ناموسه این چه عکس هایه؟ من چی جی برم اگه حالا چهرهشون معلوم بود الان میتونستم حدس بزنم. وای عجب گیری کردیم. وای خیلی سخته. بچه اساس، بچه فاکتوری، من الان بعد تصمیم بگیرم. یزه خودتون کمک. مثلا اگه اون بچه بزرگشه شبیه کدوم از اینا میشه؟ خب من خیلی گزیدی ناموسم. بذار ببینم. آقا من احساس میکنم بر اساس اینکه موهای این شخص خیلی بلنده، اسمش آیلاره، درسته؟ معناز ملیکاست که نداری؟ من فکر میکنم این شخص خانم شماره 4 هستش، برای این اساس که موهاش بلنده. تو این تصویر موهاش بلنده، من دلیل خیلی چرت و پرتی فکر کنم گوردم ولی حاجی نبود. از خودشان یه شد. بچه اون طرف هیچ ریاکشنی نشون ندیده. اوه بزن رنگ پوستم میشه حالا تشخیص داد. واسه ببینم. آه یکی خیلی سفیده. آقا دسته. من فکر کنم این شخصی که خیلی خشن زل زده به تصویر از اون این بود. این از اونجا که خیلی سفیده، خب من فکر میکنم که شخص خانم شماره 1 بفهم. بیا این دوتا رو میدم بگیم. سلام، من متولد 83م، رشتم مهمانداری بوده، 2 سال کار مدلینگ میکنم، قصد مهاجرت دارم به فرانسه. حقیقتا هیچ نظری ندارم، فعلا کنسلی. سلام، من متولد 82م، رشتم نقشه کشی ساختمان بود، الان 2 ساله کراتین کار میکنم. من خودم نایک خیلی دوست دارم، بابت کفشاش خوشم اومد. سلام، من متولد 83م، رشتم حقوق، 2 سال خورده هم هست که کار مدل چهره انجام میدم. نمیدونم نظری راجبش ندم، ولی فعلا شلوار و کفشش خوبه. حالتش چی؟ چهره رو ببینید دیگه بیشتر خوبه. حالت افسرش خوبه، خیلی شوخ طبعه. سلام، من متولد 82 هستم، رشتم تجربیه، شغلم هم مدلینگه، تو صنعت بیوتی کار میکنم. علی هم که نظری راجبش ندارم، خیلی قده، اصلا نپسندیدم، نمیارزه پشت آلمان بری. این خانم محترمی که یعنی بچه محترم که عروس بوده، من ببین خیلی بهش میخوای آیلار باشه. نمیدونم، معمولا آیلارا یه حالت خط حالت چینی مینی دارن، خب یعنی نه خیلی تیز و نمیدونم چشاشون خیلی گنده است. من میگم آیلار ایشون هستش، ولی یه نکته که هستش اینه که اسم به نظر چهره رو میسازه. من خیلی به این باورم. این آیلار خانم، آیلار خانم. آها یکی هستش
از این شره دختر شره، فکر کن این دختر شره از بچگی همینطوری بوده، یا این چپیه است، یعنی یا یکی یا چهاره. این من احساس میکنم ملیکاست، چون یه نفر دارم ملیکای سمت شهر ما، اینم خیلی پرروه، بزن مشنگ میزنه، فکر کنم همین چهاره است این خانم ملیکا. میرسیم به آها، بعد زهرا. زهرا از اونجایی که یه اسم مذهبی هستش، خب کسی هم که نیگول چیه، این دستبنده چیه، طلایی علنگو بار کلا، من فکر میکنم این زهراه، زهرا خانم. و آخری هم که خیلی خشن داره نگاه میکنه، زل زده به دوربین، این هم فکر میکنم الهام باشه. آقا ببینید، بین این چهار خانم عزیزی که اینجا هستن، خب من رو اول از سرقه حالا زیپ و ظاهر که میخوام حالا قضاوت بکنم، بالاخره گفته هر کی نظر خودش رو داره اینا، من حالا تایپ هم اینجوری حالا دیگه است. من بیشتر دوتا خانم وسط رو هستم، بیشتر سمت راستیه کرمه، سمت راستی و چپی و نیستم. فکر میکنین حالا شلوار اینا که پوشیم مثلا 10 سال پیش خرج شده، برید 10 سال پیش رو موقع میپوشن، الان یه ذره آپگرید بکنین خودتونو. کفش همشون رو من نمیخوام پررویی نمیکنم، ولی کفش همشون من باز نیستم، یه حالت استایل همین به سمت همین نایکی و این چیزا بره، یا اینکه حالت کلاسیک داشته باشه، خیلی مثلا بیشتر حال میکنه، یعنی اتمسفر خیلی مثلا. ببخشید اگه ما هممون شبیه همین، مشکل از توئه، مشکل خود شما که همش مشابه به هم میشه. آقا نظرتون راجع به حقوق برابری مرد و زن چیه؟ کاملا حرفتون درسته. نه نظر خاصی داری؟ به نظر خب تو این جامعه به هر حال کلا جامعه کل جهان رو دارم میگم، کلا رابطه دو طرف است دیگه، اگه دختر یه کاریا میکنه پسرم باید همون کارو کنه و برعکس. مثلا فرض بکن ما داریم میریم مثلا سر یه قرار چیزی، همش من بعد مثلا هزینه رو پرداخت بکنم، هر کسی که دعوت میکنه و توقع داره که سر دیت اول پسر بگه یا دختر بعد بگه. اگه دختر دعوت کرد دختر حساب میکنه، اگه پسر دعوت کرد پسر حساب میکنه. موافقم با این حرفتون و اینکه به نظر من چون رابطه دو طرفه است. آقا مثلا فرض بکن من از یه روز خیلی سخت و دشوار و اومدم خونه، چی کار میکنیم؟ نه بابا بذارید چرا، نه بجز بابا حالا تو زندگی نبودم. نه مثلا چی کار میکنی که اون استرس من بخوابه؟ نمیدونم. بگو نمیدونم پاشو میذاره داخل آب. همون ابه یادت میاد تو اینترو گفتن همون دیلیته، گفت منو ببر آلمان. عزیزم تو خیلی وقت دیلیتی. ببین فکر میکنی که خانم شماره 3 که مردا سخت‌تر از زنا کار باید بکنن یا یکسان باید کار بکنن، چه جوری؟ یعنی اون استرسه باید چه جوری اعلام بشه، چه جوری باید تقسیم بشه بین مرد و زن؟ خب ببین اگه بخوای حساب کنی، خصوصیت و ذات زن و مرد با هم فرق میکنه. حالا خانم‌ها خیلی احساسی هن، آقایون خیلی منطقی. این خانم فهمیده هست، یاد بگی خانم شما را 4 ازش. حالا جناب علی بگو. نه من راستیتش اصلا نظر دماد اندوته چیه؟ چی؟ اندروتیت چی هست؟ نمیشناسی؟ نه دیلیت. ببین زنی که داره پر روی انجام میده یه روز آدم نمیشناسه، نمیتونه تحملش کنه. خب سوال بپرس. ببین من روکر رو راست هم میگه چی میگم؟ ما پسرها جلو همدیگه روکر رو راستیم. آره کنسلی بهتر. بگم آقا بهتر با همه مخواهیم چیه؟ دخترها مثلا پشت هم انقدر همو دیس میکنن، انقدر هیت میکنن و پشت هم حرف میزنن، ولی جلوی همدیگه انگار مثلا عاشق همدیگه هستن. ولی پسرها یه خصوصیتی دارن رو در رو میگن آقا تو آره مثلا نمیشه فرشا. راستیتش این که من اصلا زیاد به مردا فکر نمی کنم و کلن میگم که اگر یه خانمی مستقل باشه خیلی بهتره، این که تا بخواد به مردا بگه، حالا در هر نظری مالی یا هر چیزی بگه که به من پول بده و اینا، میگم اگر رو پای خودش باشه خیلی بهتره. یعنی شما به این باور هستید که یه زن میتونه تنها از پس خودش بر بیانه تا آخر عمر؟ آره 100%. یعنی ازدواج نکنن؟ نه آه ازدواج و بچه اینا تعطیل کنکله. حالا هر کی هر عقیده داره، من باز همون حرف اولی که گفتم من احترام میذارم. حرفی نداره. اوکی با کمال احترام بین هر چهار خانومی که هستش، از نظر گفتار شخصیتی چیزی که تو الان من درک کردم و حد میزنم، خب من خانم کرم پوش و خانم کرم زیاد هستم، ولی کم کم ببینیم که این رقابت چهار نفره تا آخر سرش چی میشه. یا
ابوالفضل. شما همه متعهد 83 هستید؟ 19 سالتونه یعنی؟ ببین از طرز بیا ناخون رو شروع بکنیم. یه سوتی ببین یه سوتی که دادید شما. خب انگشتر یکیشون. و خیلی هم اصلا تیپش زایه داد داره میزنه خانم شما. چای این انگشتری که دست تو این عکس هستش دقیقاً اون انگشتری هستش که خانم شما رو چهار پوشیدم. ایزی پیزی حال میکنیم. گریزی باهوش. خب بریم سراغ عکس بعدی. عکس داریم که این شخصی که حالا یه حالت مظلومانه عکس گرفته من احساس میکنم خانم کرم پوش هستش. عکس بچگیش همینطور بود. البته بچه آروم هم بود. ببین به دو نفر میرسیم. این شخص خب نه دلیه ایشون هستش و آخر نفری که میمونه یه دونه حالت کلا انداخته رو سرش سفیده ایشون هستش. ببین چی میشه من 80 رو درست گفته باشم. وای 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 وای. ولی من فکر کنم ببین نیستم باز من ببخشین آدم میگم باز من نیستم. من استایل خیلی کلاسیک اون فمینیتی رو من خیلی دوست دارم. از هر چهار تا پیرا خوب باشه. حالا این خوبه ایشون خوبه با ایشون. این از نظر طرز نگاه کردن که 100% میخوره. این که موهاش همینطوریه. ببین موهاش یه حالت اینجا سیخونک داره. اینم همینطوریه. خب حال میکنیم از چقدر زیر بینم آره زیره کنم. بقیه هم که واسه شانسی گفتن. این دوتا اصلا به هم دیگه نمیخوان. این دوتا اصلا به هم دیگه نمیخوان. البته این آرومه نه آرومه اینجا. حاجی یکی دختره که حالا من میشناسمش اینا دقیقاً همینطوریه. اسمش هم ملیکاست. آیلار هم که وای آیلار خیلی بهش میخوره. ببین چهره آیلاریا همیشه فکر کنم داشت میکاپیه. اینم فکر کنم میکاپیه ایشون. الهام هم که آره به این شخص ملیکا نمیخوره. این شخص زهرا هم میخوره. نه الهام میخوره. همین شخص الهام. حالا چی میشه همش درست باشه. متاسفم برات. چرا خب خانوما ما الان یه چت با هم دیگه میکنیم. خب ببینم که کی بهتر از هم دیگه چت تر میکنه. چت تر باید درک کن. ببینم که کی بیشتر میتونه مخ منو بزنه. البته من اینا یه اشاره بکنم الان آجی من نیستم. الان من چند وقتی اساسا تو حس این که با یه دختر مثلا چت بزنم مثلا حالت این که مخشو بزنم اصلا زده از این کار بیرون. فوکس اصلی روی خودتون بچه‌ها. هیچ وقت بچه‌ای که تو خونه هستن پسرا دنبال زنا نگردید. اول خودتون بسازید اون باغچه خودتون رو بسازید تا پروانه بیاد سمت شما تا اینکه شما دنبال پروانه بگردید. یو بی من واقعا با دختر همینا میرم. یو چطوری؟ یو خیلی دیر داره تایپ داره میکنه. واسه نه تایم جواب دادن به پسر چی جوریه؟ معلومه عشقم بکشه. خوبی؟ باجی با این ایموجی نیستم. بذار ببینم. نه. چیکار کنم؟ ببین این دختر داره پرو بازی داره. الان گفته به پاشم برقصم. میگه نشا حالم بد. میگه پاشم بد. تیکه داره همین داره. و یه کاری بکنه منو آروم بکنه. چی؟ چی معمولا چی با؟ نه با بذار منم نها چی داره با. آقا اولش اینجا شروع شده بودش که خیلی اتک زد به من حمله ور شد. مثلا به توش میشن نبود مثلا حالم بده. تا اینکه بهش گفتم اینجوری داستان تازه به خودش اومدن. بعدی بینم بعدی چی کار میکنم. آه سلام خوبن تو خوبی. نکن بچه ها چی نوشت؟ گفت سلام خوبن تو خوبی. خیلی از دخترها میگه سلام خوبی میگه خوبم. نمیپرسه خوبی. برام میکنه امروز چطور بودش؟ واقعا بهم بگو امروز چطور بودش؟ حالا بجاست اینجا. حالا قبل از اینکه بیایم اینجا. شاید دو تا بازنشسته تامین اجتماعی داره. میگه نظر تایپ خیلی دیلیت داره میکنه پیام ها رو. یعنی خیلی وسواس داره به خرج میده چیزی که دارم میبینم. شانس ندارم فقط حالت واسه من بده نه؟ ها. تو اولش من چجوری با من رفتار کردی؟ با ایموجی که فرستادی؟ من همون احترامی که خانم بده لایک میدم. همونو من چند برابرشو برمیگردونم. خب او آره عزیزم. خب چی؟ حالا اینجا یه نکته چیز داره. چی؟ بزنین ایشون چه جواب میدن؟ حالا الان پرسیدن غذا قرار چی بخوریم؟ آه. باریکلا این خانم نوشت سر پاستا. شما همه هرچی دختر ما میگفتیم آقا چی غذا بخوریم چی غذا میگه آقا تو بگو. این دخترها میگن آقا چی غذا بخوریم کجا بریم چی کار کنیم میگه این مسئولیتو میندازن گردن پسر. تو خدا اینجا نیستن دختر. ایشون گفت آقا پاستا بریم. آقا من با ایشون حال کردم. خانمی که دارین چت داره میکنی خانمش سلام.
همجا خراب کردی و میشه سلام چطوری؟ نه ولی جدی مثلا زیاد مهم نیست چون اکثر دخترم جوری. اسم شما چیه؟ نه یه چیز علکی بگو، یه چیز علکی بگو. آه خوبم خدا رو شو، یعنی واسهش خیلی سلامتی من واسهش مهم بوده که باریکلا. یه تکنیکی واسه محسنن، اگر از دختر سوال پرسیدی که اسمت چیه ولی اون نپرسید اسم تو چیه اینترست نیست. اینجا همون میشناسیم که داریم چت میکنم. چی؟ نه من الان دفعه اول دارم تو رو دارم میبینم. چرا باید اسمت تو من سمت بپرس اسمت چیه؟ خب نپرس. آه نپرس، اشکال ندار. خوشم اومده. خب الان این اینو واقعا نظر واقعی تو بگو. اوه برای آشنای آره رفتیم تو فرنزون هاچ. خب ایشون تماش ببین مثلا نفر بعدی. من بیشتر تا به جای کار چت با خانم شماره 2 رو انرژی مثبت گرفتم. ببین واسه چت خانم شماره 4 پیام بده. هم دادی؟ بلاکم که ای بابا حیف شد که کارما برمیگرده خانم محترم. شما که چرا به من پیام دادی اون وقت من میگم پر روی؟ شما قراره پیام بدی؟ کی گفته من قراره پیام بدم؟ همش نمیشه که پسر رو پیام بدن. چرا من تهاجمی هستیم؟ من چی کجا تهاجمی هستم؟ نه آقا گفت آقا تو فرض بگیر یه استوری گذاشتی با چند نفر حالا پسر. خب اوه هیچی عزیز همکارا هستن ولی اتیش وقت اعتماد 100 درصدی نکنی برای فیلم برداری. چه اوه چه فیلم برداری چه پلت فور پلتفرمش بچه ها خیلی مهمه. ممکنه اینستاگرام باشه یوتیوب باشه یا یه جا دیگه. نگه اوه داره خیلی استرسی داره چت داره میکنه رو 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 رو. خودتو چیزی نیست. چی خودتو چی؟ نگران نکن خودتو چیزی نیست. آه چی نه نگران نکن آه خودتو اینجوری چرا سوا سوا می نویسه بابا. نگران نکن خودتو چیزی نیست. حاجی من نمیدونم چرا این از این آره عزیزم و این چیزا من وایب خوبی نمیگیرم. من خیلی اتمسفر و اون انرژی رو منفی باشه میگم. هی داره انرژی منفی داره منتقل داره میکنه. مثلا میز چیندن زود بیا. چیندم؟ چیدم چیدم حالا یه نه اضافه کردیم دیگه. آقا من وایب خانم شماره دومو خیلی خوب هستن، رتبه اول من بهشون میدم. خانم شماره اول با اینکه 4 تا خانم اینجا هستن ولی رتبه شماره 5 رو میدم. اصلا بعد خودت باشه من فان میدم. آره خیلی فان بودی. آره معلومه. بعد اینکه خانم کرم پوش نفر دوم، خانم سیاپوش نه خانم سیاپوش رو من بهشون رتبه سوم میدم. نه چهارم نداشتیم. حالا که تموم شد چالشمون، لطفا خانم شما رو اول روزانه یا ماهانه یا هفتگی چند تا پسر مثلا به تو می نویسن؟ حالا خودم میخوام بدونم دایرکت مثلا جالب. آره پیج پی ویم یا پرایوت هم گن زدم. پیج پی ویم یا پیج پابلیک هم هر دوتاش رو هم. خیلی خیلی به هر خوشگلم. خب پیج پی ویم نه تقریبا، مگه که در مال یه دونه اینا اونم شاید نباشه. آ یعنی عکس اینا کم داری تو پی ویتون؟ نه چرا میذارم. آ یعنی پی ویتون فقط واسه کسایی هستش که خانواده دوستام آشنایان اینا. آه اوکی. پیام که چرا میدن ولی خب بستگی داره چه سوالی بپرسه یا چه حرفی بزنه که لازم باشه جواب بدی. یعنی شما پیج پی وی دارید یا اینکه بازم دارید؟ نه فقط اینو باز دارم. من چون پیجم پابلیکه خب دیگه زیاد پیام میدن. چند نفر مثلا؟ دیگه نشمردم چند نفر ولی چون پیجم پابلیکه بعضیشون هم میرن تو هاید نمیدونم چرا. پسرا شما مثلا اگه دختر چیزی باشه توی بدترین رستوران کار کنه بازم هر جی هر کی یه جوری ولی بدترین اخلاق اینا داشته باشه باز دختر هفته یه نفر یا ماه یه نفر رو حتی اقل میرسه ولی پسر رو که هیچ پرمی بشته نیست. میگم شما که خیلی خوبی. چرا من بازم نسبت به خودم خیلی کمتره میگیش میگم. و نه من که میگیرم پیام اینا از ساید چیجو بهت بگم مثلا طرف با ویدام حال میکنه یا آقا این ویدیوت خیلی خفنه انرژی بیشتر ادامه بده و اینکه طرف بیاد و بخواد با من باشه یا بخواد یه دوستی چیزی را بندازه نه تا حالا نگرفتم. یه نفرم نگرفتم ولی چیزی که خیلی مهمه خانم شماره 2
من بیشتر باشون هستم چون پیج پی وی دارن. چون من اگه میخوام با یه کسی با شهرت پارتنر اینا واقعا نمیخوام شخص مقابل من خب سوشال مدیا داشته باشه. چرا؟ چون اینجوری باشه هی اون بیشتر فضای کاری هستش، من ویدیو بگیرم اون عکس بگیره اونم ویدیو بگیره، اینجوری خیلی چون من دارم ویدیو دارم میگیرم بعد یه شخص دیگه هم باشه بعد اینجوری دیگه اصلا از با هم دیگه لذت نمیبره، بیشتر مثلا اون فضای پارتنری هستش که کاری میره بیشتر سمت کاری میگیرش. میگم به خاطر همین قضیه امشب دوستم مثلا با کسی که قرار تو آینده باشه شخصی باشه که اصلا تو سوشال مدیا فعال نداره باشه. خانوم شماره چنده؟ یا یکه یا دوه؟ بخش یا یکه یا چهاره، اساسا من روی چهاره. نه فکر کنم این اول بود، این عکس حالا جا به جا بود دیگه. یا میتونیم یه آوانتاج بدیم بهتون؟ نه وایسا ببینم جا به جا کنن اگه دوست داشتن. من پیشنهادم منفیه. آره دیگه نه که فرصت ها یه بار به انسان ها داده، فرصت ها یه بار به انسان ها داده میشه، از فرصت ها استفاده کن. ولی من فکر کنم این شخص نفر آخر بوده و نفر یعنی بعد جا به جا یعنی بعد عکس ها بعد جا به جا میشد در واقع. حفظن دوم نه از روی صدا میشنه. خانم شما دوم یه حفظن نه یه همینطور بگو سلام. شماره سوم فکر کنم این سومه یکس. خیلی آخه ببین تایپ های یک و چهار خیلی نزدیکه، تایپ دو و سه هم خیلی نزدیک به همه، یعنی نظر شخصیتی هم دارم میگن. آی او آخه فکر کنم این اشتباه زدی؟ فکر کنم یا همینه یا دو تا اول و چهارم برعکسه یا دو و سوم برعکسه. ببین یه شانس بهت میدی خب یکیشون رو میتونی چینج کنی جا به جا کنی. اون اولی با چهارمی هم زیادم به دماغش بود. میتونی به آیکیوشون رنگ بدی؟ از همه باهوش‌ترینش من فکر کنم شخص شماره سوم. از احساس میکنم اطلاعات عمومیش بیشتر از حالا بقیه باشه، چون شخص شماره اول و چهارم خیلی حرف میزدن و آدم که زیاد حرف میزنه و بعضا از زیاد حالا حرفایی که درست سواشته از دهنش میپره بیرون همینطور میخواد حرف بزنه. در کل پکیج کلی به نظرت کدوم؟ من راستیتش آخه عکس شماره سوم فکر کنم فیلتر روشه، ولی دومم فکر نکنم فیلتر روش باشه. من روی دوم و سوم حالا شک دارم، نمیدونم والا. میشه یه سوال بپرسم؟ توی سختی ها در کنار من هستی؟ آره. نه خب چیجوری آره چیجوری؟ من الان چیجوری به آره تو اعتماد بکنم؟ نیدون چی بگم خب آره دیگه. آره همه خواهد بده به خانم شما رسته. خب ببین قطعا زندگی یه روال نیست، هم بالا داره هم پایین داره خب. ولی اون شرط سخت بستگی داره که چی باشه و اگه خودت واقعا من شماره دوم درسته کلن رابطه خب همینه دیگه، آدم هم باید تو روزای سخت طرف پیشش باشه هم تو روزای خوشیش، فقط روزای خوشی آدم نباید بخواد که 10 20 40 50 60 70 80 90 خود نفر شما رو سوم. نه ولی من بیشتر واقعا نظرم رو شخص شما رو سوم بود، حالا نظر شخصیتی و اون کاراکتر و این چیزایی که حالا تا جای آدم سخته. الان کلا شاید 30 40 دقیقه ما داشتیم صحبت می‌کردیم با هم دیگه، حالا آدم بیشتر طرفو می‌شناسه که بیشتر باش باشه. ولی کن که تا اگه بخوام تو اینجا بگیم آقا تو کل دنیا فقط این 4 نفر هستش و از بین این 4 نفر یکی رو بردا، من خانم شماره سومو انتخاب میکنم. البته قیافش رو ببینید خیلی من خجالت میکشم الان. خجالت میکشم ببینم. حالا خانم من اگه میخوام به فیس دادن شما بالاخره از نظر یه شخصیتی خب شاید بهترین و زیباترین دختری باشید. خب شاید مثلا من به یه دختر بگم تو زیباترین دختر جهان هستی شاید واقعا واقعی نباشه، دروغه، ولی واقعا نظر دیدگاه من بهترینه، یعنی از نظر رئالیتی. ولی در کل از نظر خود حالا اون ذهنیت و اون تایپی که من دارم 5 از 10 7 از 10 حالا اینا فیلتر من هیچ نمیتونم ببینم باز حالا 7 از 6 از 10 آخری هم همون 5 از 10. خب خانم شما هم خود بعدم من همونی؟ آره حال میکنی همونه؟ Let's go! و همونه یه چاکر شما لطفاً لایک و سابسکرایب بکنید مخلص همتون. نظر شما رو به من چیه؟ من
حالا ما یه سر شوخی موخی کردیم دیگه، حالا با همه تونا I don't care. ولی با اخلاقیاتت که یه خورده آشنا شدم فهمیدم که کلن تایپ آلمانیا رو گرفتی، خیلی نچسب شدی. آه یه بچستم بس مگه سگت هم بهت بچستم؟ نه اخلاقیاتتو گفتم. بعد در کلم که من دختر کلم مودی هستم، تو شاید امروز من رو با این تیپ ببینی، فردا تیپم رسمی باشه، پس فردا تیپ لش بزنم، پس اون فردا تیپ اسپورت بزنم. تیپ و اینا اوکی بود، من خوشم آمد، اخلاقتنم بد نبود، خوب بود. بعد این که آره این نکته که هستش اینه که من شوخی که میکنم به حد هم پسر هم دختر یکیه. باز حالا من چیزی گفتم، امیدوارم که از چهار نفر تو ناراحت نشده باشی. آره همون تو چتش هم به تو خوشم بود، نه حالم بد بودش. به نظر من یکی از چیزایی که خیلی دختره براشون مهمه اینه که طرف خیلی این شوخ طبعیشو داشته باشه، چون بالاخره خوش میگذره باشه. برای اینکه تیپ و استایلش هم بچه ها تو من پسند کردم. من گفتم شخص شماره 3، الان من میگم شخص شماره 2. بیشتر توی اون چی میگن نه تو اون انتظاراتی که هستش با فیس تو دیدم بیشتر هستم. داره با اون عکسی که اینجا داری زد عوض بده داشت. اینجا خوشگل ترم یا اینجا؟ شب باور نشه بدون میکاپ بهتری. مگه الان بدون میکاپ بده؟ الان نه این عکس بگم بیشتر با میکاپ. یعنی میخوای الان انتخاب آخرت رو عوض کنی؟ انتخابت عوض شد؟ آره. به بخش خانم شوارسه. چون اون چهره بچه ها خیلی استایل به نظر میره رو چهره تا روی حالا تیپ، یعنی به این سمت به پایین. خاطر همین خیلی سخته. به دو چیز پسر نگاه میکنم، اول چهره بعد چی؟ چی شو قضیه؟ خب بریم مسئله بعدی. مرسی که تو این ویدیو همراهمون بودین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.